امنیتی نرمال و زیر کنترل است. در یک 2% اگر ما مشکلات داشته باشیم بسیار کم است که در کشورهای دیگر هم همچه حوادث رخ می‌دهد. باز در کشورهای بخصوص که نو از جنگ می براین مردم مسئله باشند بعد از تعدیدها می باشد، ولی هرگز به این معنی نیست که همه ولایت یعنی تعدیدات زیر تعدید داعش باشه یا مشکلات وجود داشته باشه. ما کاملا آنها را کنترل کردیم. یک دو سه شهر اگر حضور آنها دیده شده و هم نامرئی بوده و بین برده شده، این به یک نام تهدید بزرگ تلقی کردن خودش به بزرگنمایی داعشی ها کمک میکنه و این نظریه درست نیست. آقای مجاهد، ما در جریان هستیم که شما فقط در حد یک دردسر میدونین داعش را تهدید نی، ولی خب حداقل گزارش هایی که شما تایید میکنین از افغانستان ایره میرسانه که تقریبا 4 جمعه شد که هر جمعه در گوشه های مختلف افغانستان تهدید در واقع به نام داعش از مردم افغانستان جانشان میگیره، اینا رو بر از اینا تهدیدات جدی ایجاد کرده، تا نمیتونن در اماکن مذهبی خود برن عبادت بکنن. یک چیز را که واضح بکنیم، به تهدید به خاطر نیست که آنها کدام جبهه ندارن، کدام ساحه از خاک افغانستان رو تحت کنترل ندارن، کدام حضور مرئی در کدام ساحه دیده نمیشه از آنها. یکی دوزدوار آمدن در یک جای انفجار کردن یا مسجد را هدف قرار دادن که یک جای ملکی است، یک موتر ملکی را انفجار دادن و یا یک شفاخانه را هدف قرار دادن. این چیزی است که خودش وانمود میسازه که کسی که عمل رو میکنه بسیار ضعیف است و بسیار تلاش میکنه که صرف سر و صدای رسانه‌ای رو برپا کنه. چون هدف رو بده سعوده نمیتونه ماجرا بشن. ببخشین، اگر جبهه مشخص باشه شما میتونین هدف مشخص داشته باشین و حملات حساب شده ای را شما را بندازین. مشکل کار شاید درمی است که مردم حراس دارن که امی حملاتی که انجام میشه مثلا در قندوز، در کابل که جان ده ها نفر گرفته، اینا تشویش های و نگرانی های بسیار جدی ایجاد کرده که مردم حداقل انتظار داشتن شما در مقابل ارزیابی سازمان ملل صحبت هایی را داشته باشین که مردم کم برشان اطمینان داده شود. ما اطمینان به مردم میتیم. این به این معناست که سازمان ملل که تشویش را برپا میکنه بدون اسناد ادعا میکنه که در تمام ولایات تهدید وجود داره، که خودش ایجاد تشویش را کمک میکنه و خودش بزرگنمایی است که از داعشی ها به گونه وانمود میشه. ما این را رد میکنیم. واقعیت امری است. مردم هم از امنیت برخوردار هستند. یکی دو واقعه در یک جای یا در یک هفته یا در یک مسجد یک واقعه دلخراش است و باید نشه و جلوش گرفته شه، ولی هرگز یک تهدید نیست. ما در دو ماه 600 تن از داعشی ها را گرفتیم، 21 مرکزشان از بین بردیم. همین حال هم در هر جایی که یک حادثه رخ داده در روز دوم جای کشف شده و از بین برده شده. خود امی به نام حضور گستردهشان نمیشه به عنوان حضور گستردهشان دیده شده بش؟ آقای مجاهد، نیروهای شما هم قسم که شما گفتین سرگرم عملیات مختلف حتی در خود پایتخت افغانستان هستن، مثلا در خیرخانه، در این نقاط شما هم برای گزارش میکنین، اعلامیه های پخش میکنین که افراد مظنون به داعش را شما دستگیر کردین. نه، این را باید بگویم که نیروهای ما متوجه تهدیدات هست. یکی هیچ خاک هیچ کشوری هم از تهدیدات بیرون شده نمیتونه که هیچ واقعی رخ نده. بسیار کشورهای هنوز هم تهدیدات مثل این را داره، ولی نمیتونیم ثبات آن را زیر سوال چالش ببریم. ما این را که طلایت داریم که مرکزش از بین ببریم، خودشان را بگیریم، مجازات کنیم. این به این معنی است که نیروها ما به مراتب قوی هستند و در علیه مفکوره. و دیگه ای است که مردم افغانستان هم از این مفکوره حمایت نمیکنه. یعنی یک چیزی است که پدیده است که بیس مردمی نداره و حمایت مردمی نداره، قابل تشویش نیست بلکه قابل کنترل است. اتهام به شما بسته میشه آقای مجاهد به نیروهای طالبان که مخالفان خود را به نام داعش هدف قرار میدن، کسانی که در گذشته در ارتش افغانستان بودن یا هر نوع مخالفتی که با طالبان دارن از لحاظ افکار یا از لحاظ اقدامات، اونا هم به نام داعش هدف قرار داده میشن. این شما میپذیرین؟ نه خیر، کسی را که ما هدف قرار دادیم با اسناد ثابت است که داعشی ها بودن و جنایت را هم انجام دادن، تعقیب شدن، پیدا شدن یا اراده جنایت را داشتن، با مواد و با هر چیز پلانش که بوده دستگیر میشن. و علت خودم داره که قبل از ما کدام نظامی که تیر شده در کابل و در بعض شهرها حضوری امی پدیده نامطلوب را تقویت بخشیدن. به نام داعشی ها بعضی از مهمانخانه ها وجود داشت، آنها را پرورش دادن. طبیعی است که یک چند روز در دسر و افغانستان خواهد بود،
ولی قابل کنترل است، ما به مردم اطمینان میدیم. ولی بخش از ارزیابی سازمان ملل نشان میده که شما در بسیاری از عملیات ها جا به جا افراد خب به قتل میرسانین، حتی بر از اینا امو زمینی قضایی یا پیگیری قانونی مساعد نمیشه. ما در اینجا متوجه هستیم، ولی جایی که داعشی ها از بین برده شده دو دلیل وجود داره. یکی که بسیار موثق راپور میرسه که آنها حضور داشته میباشه با یا پلان کدام جنایت را دارن یا انجام داده میباشن یک جنایت را، پیگیری میشن، بسیار دقیق شناسایی میشن. یک دوم، زمانی که عملیات اجرا میشه به نیت این میباشه که آنها دستگیر شوند، و وقتی زمانی که نیروهای ما با مقابله یا با برخورد مواجه میشن، آنها فایر میکنن، طلا به دست دارن یا انفجار میتونه، یک چیز طبیعی است که در اوج جنگ رخ میده، یک عملیات رخ میده، طبیعی است در اوج بعضی از افراد شاید کشته شون، ولی عامل اصلی همچو کار خود هم افرادی هستن که مربوط به داعش هستن. و در مورد زندانیا گفته میشه که وقت طالبا وارد ولایات مختلف شدن همه را به شمول داعشیان رها کردن. خب ما ویدیوهایی که داریم و نشر شد از طریق رسانه های مختلف و شبکه های اجتماعی بیرون شدن افراد مختلف از داخل زندان نشان میداد و به نظر می رسید هیچ کس در زندان ها نماندن. داعشی ها هم رها شده بودن آقای مجاهد؟ بله، زمانی که ما به شهرها وارد نشدیم، قبل از اینکه نیروهای ما به کنترل شهر به دستش بفته و کنترل همه جا رو به دست خود بگیرن، محافظین قبلی زندانها یا پلیسی که نگهبان بودن، آنها محافظت خود رها میکردن، زندانی هم در داخل از داخل دروازه ها رو میکندن. زمانی که نیروهای ما به مثلا به کابل داخل شدن، بندی های پلی چرخی در دم سرک و در روی سرک پیش روی ما آمدن، همچنان زندان های جای زندان های دیگر. یعنی او وقتی بوده که قابل کنترل نیست که آنها رو ما پس دستگیر کنیم، پس از زندان ببریم و یا آنها رو شناسایی کنیم، هیچ چیزی رخ داده، ولی قصدی نبوده. زمانی که نیروهای قبلی محافظت رها میکردن، زندانیا بیرون میشدن از زندان. در مورد افراد مشکوکی که وارد پنجشیر میشن و سایر ولایات هم شما اعلامیه پخش کردین، در این باره چه برگفتن دارین؟ اینا را هم شما مرتبط با داعش میدانین؟ نه خیر، ما هم چیزی اعلامیه خود نداریم که ما به پنجشیر و جای دیگر داعش خوانده باشیم. ما اطمینان داریم که داعش یک پدیده بسیار کوچک و خرد است. مردم افغانستان از این مفکوره پیروی نمیکنن و نه او را تایید میکنن، بلکه علیشان قرار داره. بعدها راپور ما به دست میاریم که هر نوع تحرکات آنها را شناسایی میکنیم و آنها را دستگیر میکنیم. در مورد افراد مشکوکی که گفتین جلوگیری میشه از ورودشان در برخی از ولایات، من میخواستم در کل بپرسم که افراد مشکوک کی ها هستند و چرا تحت نظارت قرار دارند؟ افراد مشکوک به این معنی است که خودشان یا داعشی ها باشند و حرکات آنها نزدیر زیر تعقیب قرار دارد، یک جای دستگیر میشن، و یا بعضی از افراد اختطافچی که افراد را اختطاف میکنن به خاطر پول، یا بعضی از سرقت ها هم یا انجام میشه یا نیتش میباشه. گروه های هست که قبلا در زمان نظام قبلی فعال بودن یا در زندان بودن، رها شدن، آنها گروه های خرد جنایتکار باندای خود را خرد پس فعال کردن و نیروهای ما در مقابلشان هستن و پیگیری میکنن و زیر تعقیب قرار.